پنجشنبه 18 مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر است با 8 آگست 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستین و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. با پوزش از تأخیری که در آغاز برنامه پیش آمد، باز به علت همین مسائل فنی که بعضی وقتا باش روبرو میشیم، قبل از هر چیزی اعلام میکنم که امروز در خدمت یکی از شخصیت‌های شناخته شده در جامعه ایرانی ولی لو پروفایل، شخصی که با توجه به حرفه ای رو که دارند شما هرگز آگهی از ایشون توی رسانه های فارسی زبان یا به طور کلی نمی بینید در رسانه ها، و یکی از خصوصیات بارز او این است که یک فرد ادیب و شاعر، نویسنده توانا و پرکار، مرتب قلم میزنند و من نمیدونم بارها بهشون گفتم که واقعا خدا قوت بده بهتون با این گرفتاریایی که دارین از نظر شغل اصلیتون، میرسید به این کارها و مقالات بسیار بسیار خوبی رو که ما میبینیم ازشون در جراید ایران. اما خیلی مختصر اشاره میکنم به اوضاعی که باش روبرو هستیم، و اون این جریان ناگهانی غیر قابل تصور و قابل پیشبینی منصرف شدن آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا از ادامه مبارزات انتخاباتی و کنارگیری، البته بعد از فشارهای زیادی که به اصطلاح دموکرات‌ها به او وارد آوردن و خودش هم به این نتیجه رسید که نباید ادامه بده، و به این وسیله به گفته بسیاری از تحلیلگران یک جای خوبی رو در تاریخ امریکا برای خودش باز کرد، و بلافاصله بعد از کنارگیری تنها کسی رو که شایسته رسیدن به کاخ سفید و رئیس جمهور شدن دانست، شخصی هست به اسم سرکار خانم کاملا هریس. او سوابق زیادی داره در به اصطلاح پرونده خودش در کالیفرنیا، و از یک پدر، از یک مادر هندی و پدر جامائیکایی اگر اشتباه نکنم هست، و خود همین جریان دستاویزی شده واسه آقای ترامپ که مثل همیشه از این مسئله استفاده بکنه و بخواد جنجال را بیاندازه، که خب طرفدارانش هم بدون قید و شرط حرفاشو قبول میکنن. و اسم او رو مخصوصاً، اسامی عجیبی رو به او به اصطلاح نسبت میده، کرملا، نمیدونم کمالا، کملا، و بعضیا موندن که بالاخره این اسامی رو که میذاره معنی هم نداره هیچ کدومش، منظورش چیه. و اما در این فاصله بعد از اینکه خانم کملا هریس به میدان آمد، با توجه به پول زیادی که برای او جمع شد، پولهای کوچکی که رقم بزرگی رو تونست در جمع به وجود بیاره، و انتخاب معاون برای خودش در صورتی که انتخاب بشه، آقای تیم والز که اون هم سر و صدا و
شایعات زیادی در مورد سوابق او هست، ولی اونم سوابق از نظر دموکرات ها و از نظر خود کاملا هریس که چندین نفر در لیست او بود برای معاونت، از جمله یکی از شخصیت هایی که خیلی نامش برده میشد آقای شاپیرو بود، که به نظر من یکی از جلوه های جالب این مملکت و سیاست در این مملکت این است که بعد از اینکه شاپیرو انتخاب نشد و به جاش تیم والتز انتخاب شد، او آمد و در یک سخنرانی فوق‌العاده اصطلاح نسبتاً میشه گفت طولانی و منطقی دفاع کرد و تبریک گفت، و این رو واقعا به نظر من یکی از نکات مثبت این جامعه و این مملکت هست. و آقای ترامپ هم با انتخاب آقای والتز، آقای ونس، که اون هم خیلی سر و صدا را انداخته و بعضی از حرفایی که زده برای شخص ترامپ داره درد سر میشه، ولی خب او کماکان داره ازش حمایت میکنه. در مبارزات انتخاباتی چند روز گذشته اثری از خود آقای ترامپ نبوده، تا اینکه آمده و گفته که کاملا هریس و معاون انتخابیش اینا جرأت نمی کنن تن به مصاحبه مطبوعاتی بدن و با جرایت صحبت بکنن با رسانه ها، و گفته او خودش حاضره که صحبت بکنه در مورد مناظره که قبلا قرار بود با جو بایدن مناظره داشته باشه، الان داره پس و پیش میکنه و معلوم نیست که چیکار خواهد کرد. در یک مورد گفته بود من به شرطی مناظره میکنم با کاملا هریس که در فاکس نیوز این مناظره صورت بگیره و اونا به عنوان مودریتور عمل بکنه. من وقت برنامه رو بیشتر از این نمیگیرم، به خصوص که دکتر سیروس مشکی گرامی که راجبشون صحبت کردم با تمام مشغله و گرفتاریاشون امروز این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم و تحلیل ایشون رو ما بشنویم و ببینیم که نظرشون در این موارد و جریانات که در درش هستیم و داره روز به روز نزدیک میشه به انتخابات، یعنی تعیین رئیس جمهور جدید، نظرشون چی هست. سلام آقای دکتر مشکی و ممنونم از شرکتتون در برنامه، و میدونم که خیلی هم گرفتار بودید و جلسه داشتید و لطف کردید به هر حال تونستیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. درود بر شما و بینندگان گرامی و کارگردان عزیز برنامه، خیلی خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما باشم. آقای اجازی، میدونید که من البته در ابتدای برنامه تو مثل همیشه بنده رو مورد نوازش بیانی و کلامی خودتون قرار دادید و سپاسگزارم. من به هیچ وجه خودم رو شایسته این همه محبت نمیدونم. جز واقعیت چیزی نبوده دکتر، واقعا نه، این نشانه بزرگواری شماست و من سپاسگزارم. در عین حال همچون واقعا شما رو به عنوان یک صدای هوشیار و آگاه و با وجدان رسانه های ایرانی میدونم، خوشحالم که در خدمت شما هستم و این صحبت رو انجام میدیم. اما در مورد انتخابات امریکا من فکر میکنم که میدونید در اصطلاحا میگن که صرف نظر از اینکه کاندیداها کی هست و چی هست و چه میگویند و چه نمیگویند، در at the end of the day، در پایان روز نتیجه انتخابات رو افراد ایندیپندنت یا مستقل تعیین خواهند کرد، چون
دموکرات ها به هر حال به کاندیدای حزب خودشون رأی خواهند داد و جمهوری خواهان هم به کاندیداهای به کاندیدای حزب خودشون، و فرق نمی کنه که چه تبلیغاتی بشه یا نشه، اینها به هر حال در خط حزبی رأی میدن و بنابراین اون گروه مستقل هستن که آرایشون تعیین کننده است. و از این گروه مستقل همچون تکلیف بیشتر ایالت‌های امریکا مشخصه که این ایالت‌ها آبی هستند یا قرمز هستند، یعنی ریپابلیکن و جمهوری خواه هستند یا دموکرات هستند. بنابراین فقط 3-4 تا ایالت هست که اینا رو بهش میگن سوینگ استیت، ایالت‌های که در نوسان هستند و یک روز یک بار به دموکرات‌ها رأی میدن، یک بار به جمهوری خواه. و تکلیف جالب اینجاست که در مرحله انتخاب وایس پرزیدنت نامزدهای ریاست جمهوری سعی میکنن کسی رو انتخاب کنن که در اون ایالت‌های به اصطلاح در نوسان محبوبیت داشته باشه و بتونه آرای اونها رو به خودش جلب کنه. و به هر حال به نظر میرسه که این پروسه انتخاباتی در امریکا همچنان یکی از نمونه های بارز و شایسته شرکت مردم در تصمیم گیری و در سرنوشت خودشون است. در کشورهای دیگه ما میبینیم که چگونه انتخابات ملعبه دست صاحبان زر و زور و زهد میشه و چگونه رؤسای جمهوری که انتخاب میشن بعد میان دوره های خودشون رو تمدید میکنن یا مادام العمر میکنن، یا به کلی مفهوم و مصداق مسئله جمهوریت رو ازش میگیرن. خب حالا در ایران خود ما که نمونه بارز این قضیه است که ما آمدیم جمهوری اعلام کردیم، یعنی قراره که اکثریت مردم تصمیم بگیرن، ولی بالای سر ریاست جمهوری ولی فقیه گذاشتیم که دیگه از تمام اختیارات و اینا برخورداره و هیچ مرجعی هم نیست که بتونه او رو مورد سوال قرار بده. و یه اختراع جدیدی در سیستم سیاسی دنیا انجام شده. یاد حرف احمد شاملو میافتم که در آغاز انقلاب در یک نامه سرگشاده به آقای بازرگان نخست وزیر دوران موقت نوشته بود که آقایان شما تاریخ رو ورق نزدید، آن را اوراق کردید. و واقعا هم همینطوره، یعنی تمام مفاهیم حقوق امروز و علوم سیاسی رو در جامعه خودمون به هم زدن. ولی خب در امریکا هنوز به هر حال به نظر میرسه که با تمام بحث‌هایی که هست و حواشی که داره یکی از سالم‌ترین نمونه‌های دموکراتیک دنیاست. خیلی ممنونم دکتر مشلی. در مورد این اشاره کردید به این معاونینی که انتخاب کردن و این استقبالی که شده از کاملا هریس، این رو به چه صورت میبینید؟ آیا زن بودنش بیشتر مؤثر بوده؟ رنگین پوست بودنش بیشتر مؤثر بوده؟ و یا سوابقی رو که به طور کلی داشته در گذشته خودش، در کارنامه خودش؟ من البته در اینجا یک نظری دارم که شاید خیلی مورد تایید شما نباشه، ولی من فکر میکنم که یه مقدار جنبه تبلیغات گروه های حاکم بر رسانه های عمومی در امریکا که بیشتر دموکرات هستند پوشش بیشتری میدن به کارزان انتخابات. من 100% دکتر با شما موافقم. بله، برای اینکه ببینید ما راجع به ترامپ تقریبا چیزی نمیشنویم، ولی وقتی که تظاهراتی میشه، یعنی ایشون نطقی میکنه اینا، یه دفعه میبینیم که چه جمعیتی هست و چه استقبالی ازش میشه. بنابراین حقیقت هم به نظر میرسه که یه چیزی بین 49% و 51% در جمعیت امریکا بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها تقسیم شدن، و لذا اون هیجاناتی رو که من در مورد کارزار خانم هریس میبینم بیشتر مولود فعالیت
مبلغین دموکرات در رسانه ها میدونم، اگر که پوشش مساوی و معتدل به هر دو کاندیدا داده میشد شاید هیچ کدوم انقدر پررنگ نمیشدن. ولی خب حالا باید صبر کرد و نتیجه دید. میدونید ایرادی که الان به آقای ترامپ میگیرن، یعنی مهمترین ایرادی که مخالفینش میگیرن یا دموکرات ها میگیرن، اینه که ایشون میخواد پادشاهی کنه، سلطنت کنه، و اگر که رئیس جمهور بشه باز موازین قانونی و مراجع قانونی رو زیر پا میگذاره. و اشکال کار این است که ترامپ میدونید ابتدا دموکرات بود، بعدن پیوست به ریپابلیکن ها. و من باز یاد حرف معروف آقای شیخ فضل‌الله نوری میفتم که بعد از اینکه مشروطه خواها پیروز شدن و ایشون رو بردن پای چوبه دار، و از اون طرف آقای طباطبایی و آقای اون دو شیخ دیگه بهبهانی، خب اینا مشروطه خواه بودن و پیروز شده بودن و شیخ فضل‌الله که مشروطه خواه بود داشتن به پای چوبه دار بودن اعدامش میکردن. و شیخ فضل‌الله در پای چوبه دار حرف جالبی زد، گفت حقیقتش اینه که نه من اونقدر مشروطه خواه بودم، نه آقایون اونقدر مشروطه خواه بودن، من با اینا مخالف بودم، اینا با من مخالف بودن، هرچی من میگفتم اونا ضدشو میگفتن، هرچی اینا میگفتن من ضدشو میگفتم. اینه که حالا اینا پیروز شدن و منو دارن از بین میبرن. ترامپ هم کسی که خودش دموکرات بوده الان یه دفعه اینقدر دو آتیشه جمهوری خواه شده، خب معلومه که به اصطلاح بازی های سیاسی پشت پرده رو داره انجام میده، وگرنه شاید یه راه میانه ای گفت، میان مسجد و میخانه راهی است غریب هم بی کس هم آن ره کدام است، نه این زیاده روی جمهوری خواه که بخوان ابورشن رو به کلی منع کنند و عرض کنم که مرزها رو ببندند و از این کارهایی که قراره بکنن، و یا زیاده روی های دموکرات ها که همه جوره مرزها رو باز بگذارند و هر کس میخواد بیاد، و یا یه راه میانه ای. من نمیدونم چرا با وجود احزاب، ما فقط دوتا حزب نداریم در امریکا، 5-6 تا حزب داریم، ولی هیچ کدوم از این احزاب غیر از دموکرات و جمهوری خواه این توان و قدرت رو پیدا نمی کنه که بیاد و یه راه میانه ای رو در پیش بگیره که متوجه به اصطلاح متوسط آرای مردم باشه. من یادم چند سال قبل در یکی از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آقای بود به نام پل سایمن که کاندیدای رئیس جمهوری بود، و ایشون با پاپیون همیشه می آمد، عکساش و اینا با پاپیون بود. یکی از روزنامه نویسا نقد کرده بود کارایشون رو، گفته بود تو هیچ وقت رئیس جمهور رأی نخواهی آورد، برای که این پاپیون زدن نشون میده که یه خود افراطی هستی، تو باید این میانه باشی، یه کسی باشی که اکثریت مردم امریکا بتونن با تو ارتباط برقرار کنن. ما اون چیزی رو که در انتخابات امریکا به نظر من کم داریم یا گم کردیم آن میانه رویه که لازم می بود. الان بسیاری از مردم وحشت دارن از اینکه ترامپ و کابینش بیاد روی کار، بسیاری از اون طرف وحشت دارن که کاملا هریس و کابینش بیان روی کار، و این داستانی است که ادامه داره. نمیدونم در بلند مدت شاید هم این داره کار میکنه سیستم به نفع مردم امریکاست. دکتر مشکی با اجازه شما ما پیام های بازرگانیمون رو بشنویم. در بازگشت میخواستم ازتون در مورد این پرونده های زیادی که ترامپ داره، اونا به کجا از نظر قانونی میرسه و اونا آیا ادامه داره یا با رأی قانون دادگاه عالی اونا فعلا به حاشیه رفته. با ما باشید بینندگان گرامی، تا چند لحظه دیگه برمیگرد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل،
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های جی‌ال‌ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های جی‌ال‌ویز از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی‌ال‌ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جی‌ال‌ویز آگهی می دهید، همه بینندگان جی‌ال‌ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جی‌ال‌ویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جی‌ال‌ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، سلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. بینندگان گرامی، در خدمت دوست عزیز وکیل زبردست و توانا و همچنین ادیب و شاعر و نویسنده هستم، آقای دکتر سیروس مشکی. دکتر مشکی، این پرونده هایی رو که ترامپ داره و رأی به نظر باز نمیدونم، شاید فقط نظر دموکرات هاست، ولی خب با قضاتی رو که ترامپ گذاشته توی دادگاه عالی امریکا، بعضی وقتا آرایی رو که صادر میکنه خیلی عجیب غریبه، از جمله همون لغو
قانون سخت جنین که 50 سال در مملکت جاری و ساری بود، اینا رو به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا این پرونده هایی که داره دیگه فعلا به حاشیه رفته به خاطر اون رأی که دادگاه عالی داد، یا اینکه قضاتی که دارن دنبال میکنن ادامه خواهند داد؟ من البته مطمئن نیستم که کاملا چون ببینید آرایی که، اگر منظورتون آرای محکومیت ترامپ در پرونده هایی که داشته مثل اون خانم استورمی دانیل یا اینها، که اونو میشه جدا صحبت کرد، ولی راجع به سخت جنین میدونید که در دیوان عالی در پرونده رو ورسز وید، دیوان عالی در 50 سال قبل تصمیم گرفته بود که سخت جنین ممنوع نیست در امریکا و به ویژه البته در ترایمستر سوم، یعنی در سه ماهه آخر بارداری ممنوعه، ولی در ترایمستر اول و دوم بستگی داره به اینکه ایالت‌های مختلف چه تصمیمی میگیرن و قانونشون چیه. آقای ترامپ با فرستادن سه جاستیس مستشار دیوان عالی به این دیوان که هم خب طبیعتاً از طرفدار جناح ریپابلیک هستند و تندروی راست، خب اینا آمدن و پرونده هایی که مطرح شده بود گفتن که نه، سخت جنین چنین آزادی وجود نداره، میتونن ایالت های مختلف ممنوع بکنن یا هر جور که بخوان، و بنابراین عملا اون آزادی رو که وجود داشت از بین بردن. الان هم یکی از جنبه های تبلیغاتی خانم کاملا هریس و کارزار انتخاباتیش این است که اگر ما بیایم سعی میکنیم که قانونی بگذارونیم در قانون فدرال یا حتی قانون اساسی رو یه اصلی بهش اضافه کنیم که سخت جنین رو آزاد کنیم. دکتر مشکی، مگر دیوان عالی امریکا نباید کاملا بیطرف باشه در آرایی رو که میده؟ کاملا درسته، یعنی اصل این است که اصولا شما قوانین رو تجزیه و تحلیل کنید و مطابقت هر قانون عادی رو با قانون اساسی نگاه بکنید. اشکال این است که در مسائل حقوقی مثل یک منشوری است که مثل بلوری است که شما از هر زاویه نگاه کنید ممکنه یک رنگ متفاوت ببینید. بنابراین نحوه تفسیر و تعویل قوانین بستگی داره به اون قاضی یا شخصی که میخواد این رو تعبیر و تفسیر کنه. به همین دلیله که ما میبینیم مثلا در یک دادگاهی یک پرونده ای یه رأی صادر میشه، در دادگاه بالاتر اون رأی رو میشکنن و برای اینکه از یه زاویه دیگه ای به قضیه نگاه کردن. دیوان عالی هم متاسفانه البته یه مقدار دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته، پولارایز شده به اصطلاح، بنابراین قضات یک مقدار زیادی اون بی‌طرفی قضایی رو ندارن و حمایت میکنن از اون حزبی که اون رئیس جمهور اینو انتخاب کرده و چیز کرده. بنابراین یه مقداری ما استقلال و بی‌طرفی قضایی رو از لحاظ فکری همیشه نمیبینیم و به همین جهت است که من اتفاقا چند وقت پیش یک مقاله نسبتا مفصلی در این زمینه نوشته بودم که چقدر دریغه که مسائل حقوقی تحت شعاع مسائل سیاسی قرار بگیره، ولی خب وقتی که شما دیوان عالی دارید که اعضایش به طور مادام العمر انتخاب میشن و حتی اگر مثلا طرف 99 سالشه و قوه فکریش هم از دست داده و هیچ وقت قادر به تصمیم گیری هم نیست، اگر خودش استعفا نده یا فوت نشه کارش نمیشه کرد، نشسته اونجا و تصمیمش رو میگیره. و اگر اینها مثل آقای کلارنس تاماس که معلوم شد که مثلا چه هدایایی از بعضی از شرکت‌های بزرگ دریافت کرده که به نفع اونا رأی بده یا رأی مخالف نده، خب این اسباب تأسف واقعا در یه مجمعی مثل دیوان عالی. در یک کتابی اگر اشتباه نکنم کتاب پلیکان بریف از نویسنده معروف که خودش هم وکیل دادگستری آقای جان گریشام، داستان این است که سه تا از مستشاران دیوان عالی امریکا
به نحو عجیبی کشته میشن. یکی در منزلش که میره خفش میکنه، یکی در سینما بوده، یکی تناب میندازه دور گردنش، یه نفر هم یه جور دیگه. و بعد معلوم نبوده که چه کسی یا چه گروهی عامل این قتل‌ها هستن. و بالاخره یک استاد حقوق به شاگرداش این تکلیف رو میده که برید ببینید که این قضاتی که الان کشته شدن، رئیس جمهور فعلی مثلا دموکراته، بنابراین قضات جانشین اینا رو یه رئیس جمهور دموکرات قراره انتخاب کنه. تا 2-3 سال دیگه، چون این پرونده‌های دیوان عالی 2 سال طول میکشه تا برسه برای رسیدگی اونا، 2-3 سال دیگه چه گروهی به نفعشه که قضات منتخب دموکرات ها بیان در اونجا بشینن؟ و اینو وقتی مطالعه میکنن میبینن که شرکت های نفتی بودند که میخواستن در یه قسمتی در لویزیانا برن حفاری کنن و قانون جلوش رو گرفته بوده و اینا سو کرده بودن، در دادگاه ابتدایی بودن و این پرونده فرجام خواهیش قرار 2 سال دیگه به دیوان عالی برسه. و بنابراین اگر الان این ستا قاضی مثلا ریپابلیکن، انتخاب شده ریپابلیکن ها از بین برن و رئیس جمهور فعلی 3 نفر به جای اینا انتخاب کنه، در نتیجه رأی دادگاه در 2 سال آینده به نفع این شرکت نفتی خواهد. و خب اینا یه چیزاییست که حقیقت معمولا هم جایی گفته نمیشه، ولی خب یک حقایقیست که از شاید منبع انسانی این چیزا برمیگیزه. دکتر مشکی، یکی از مسائل مهمی که الان مطرح در این انتخابات و قبلا هم ترامپ وقتی که بار اول رئیس جمهور شد سختگیری شدیدی کرد در مورد مرزها و باز بودن مرزها و کسانی که به عنوان پناهنده میان به امریکا، مخصوصا مرزهای جنوبی امریکا، این رو به چه صورت میبینید الان؟ خب در 1 سال گذشته کاملا برعکس شده این وضعیه، یعنی با وجود اون دیوار بلندی که آقای ترامپ گفت و یه مقدارم ساخته شد، الان دیگه فیلماش هم آمده در رسانه های مجازی که این قاچاقچی ها میان نردبان های تناب پارچه ای رو میندازن میان بالا و از اون ور افراد میان پایین. و حالا غیر از اون در مواردی که رودخانه هست و یا دیواری نیست یا دیوار رو سوراخ کردن راه هست، مردم هم تو قدم میزن. یک سیستمی گذاشت دولت امریکا که کسانی که نمیتونن ویزا بگیرن برند از کنسولگری امریکا در هر کشوری که هستن تقاضا کنن، اعلام کنن که ما میخواییم بیاییم داخل امریکا و اونجا تقاضای پناهندگی بکنیم. بعد اینا راحت دیگه از مرز میامدن تو داخل امریکا، بهشون یه ورقه میدادن که برید در دادگاه کیس خودتون رو اعلام بکنید. و این باعث شد که واقعا نمیدونم چندین ده هزار افراد غیرقانونی ظرف 1 سال گذشته وارد امریکا شدن. این یکی از اون ایرادایی که الان به کمالا هریس میگیرن، برای اینکه اون مسئول کنترل مرزها بود و دستور داده بود. در دفتر خود ما، خب ما خیلی کار ایمیگریشن انجام میدیم، من شاهد این بودم در 1 سال گذشته با میتونم بهتون بگم آقای اجازی با وحشت که چقدر این مرزهای باز میتونه خطرناک باشه و هر کسی بیاد، حالا وسط اینا تروریستات، آدمای خرابکار، آدمای جنایتکار، همه جور آدمی، و بعد نتیجه ورود دست جمعی کنترل نشده ی آدم های عجیب و غریب رو شاید در 10-20 سال آینده شاهدش باشیم در امریکا. ولی خب مثلا در مورد خود ما که خیلی دوستان ایرانی یا افغانی ما یا مثلا از امریکای جنوبی ونزوئلا اینا میان پیش ما، حیرت انگیزه، وارد آزادانه وارد میشن. حتی یه موردی بود که یک جوانی آمده بود ایرانی اینجا، گفت من پدر و مادرم هم غیرقانونی آمدن. حالا کار راحتی نیست، چون شما باید برید مثلا ونزوئلا، از ونزوئلا 10 تا کشور رو طی کنید، 30 روز، 40 روز، 2 ماه تو راه باشید، بعدم یه مقدار از رودخونه و نمیدونم جنگل و اینها بیاید تا وارد امریکا بشید.
پدر و مادر مسن ایشون وارد امریکا شدن، میان یک هفته میمونن، یادشون میاد که یه مدارکی رو مهم بوده در ایران تو خونهشون جا گذاشتن، دوباره از همون راه در میگردن مدارک رو برمیدن، هفته بعد دوباره میاد که آمد گفت که اینا یه هفته رفتن و دوباره برگشتن، هیچ کس هم نبود که جلوی اینا رو بگیره. به هر حال جای چیز عجیبی است برای خیلی هم. خب البته جنبه مثبت داره، برای اینکه ما مثلا الان دوستان کرد رو میبینیم، دوستان لور رو میبینیم، دوستان یارسانی رو میبینیم که چقدر ایرانیان نژاده و اصیل و درست و جونشون متاسفانه در این رژیم در خطره. و همین دیروز پیروز بودن آقای رسایی رو که یارسانی بود به اصطلاح در ایران کشتن، اعدام کردن. و خب خوشبختانه برای این گروه که میتونن بیان یک مفری است برای اینکه زندگیشون رو عوض کنن و نجات بدن خودشون رو، ولی به هر حال یه چیز عجیبی است که غیر قابل کنترل شده. دکتر مشکی آخرین سوالمو میکنم و باز معذرت میخوام که واقعا تو بحبوحه کار شما رو گرفتار کردم. در مورد انتخابات اخیر، انتخابات چه عرض کنم، انتصابات جمهوری اسلامی و این آقای پزشکیان و این که صحبت هایی کرده بود در حضور مقام عالی قدر که اصلا تصورش نمی رفت و مقام عالی قدر هم سکوت کرده، چیزی نگفته بوده، چی می بینید اونجا؟ بالا من فکر می کنم که پزشکیان اولا از چند جهت من خیلی اطلاع دقیق ندارم یا دست اول، ولی شنیدم که آقای پزشکیان وقتی دانشجوی پزشکی بوده ایراد کرده بود که پزشکان مرد نباید خانم‌ها رو معاینه کنن و از این جور حرفا، و یا و باید توی کلاس باید دخترها با حجاب بیان. حالا اون که حجاب که بله، ولی نه اصلا معاینه بیمار زن توسط پزشکان مرد رو، و کسی که دانشگاه رفته و آدم انتظار بیشتری ازش داره، ولی خب کسی میتونه در راستای این حکومت به جایی برسه که به هر حال همون اعتقادات مکتبی اینا رو داشته باشه، وگرنه حتی اگر دانشگاه دیده هم باشه گفت مانند حمار عیساس که گرش به مکه برند چون پسایت هنوز خر باشه، متاسفانه نمیشه انتظار زیادی داشت. ولی من یک کلیپی دیدم از آقای پزشکیان که اعلام کرد که ما مثل عروسک خیمه شبازی هستیم و هیچ کس به حرف ما گوش نمیده و حقایق دلشون میخواد بکنن. میخواستم بگم که مگه شما نمیدونستید که قراره کجا بیایید و چه کار بکنید و اینا؟ آیا واقعا تعجب کردی، فکر کردی که مثلا قراره اتفاقی بیفته؟ ما در تمام 40 چند سال گذشته از همه رؤسای جمهوری یه ایران همین رو دیدیم، از آقای بنی صدر گرفته تا نخست وزیر اول آقای بازرگان، که همه یا احمدی نژاد یا عرض کنم که حاتمی و غیره، که گلهشون این بود که کسی نمیذاره کاری رو بکنه. خب طبیعی است وقتی که شما در یه چنبره قدرت سیاه اسیر باشید، یه ایدئولوژیت قرون وسطایی. بله، در به قول دکتر زرینکوب ما 2 قرن سکوت داشتیم بعد از حمله اعراب. البته سکوت به منزله این نبود که ایرانیا داشتن می جنگیدن، ولی خب به فارسی نمیتونستن صحبت کنن و از اون جهت سکوت بود. ولی این 2 قرن متاسفانه در اثر این 45 سال اخیر شد 2.5 قرن سکوت در ایران. دکتر مشکی خیلی ممنونم از لطفتون، میدونم گرفتاری دارید، از شما خدافظی میکنم، امیدوارم فرصتی بدید که در آینده نزدیک بتونیم مجددا با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. با کمال میل. خیلی ممنونم از شما و برای بینندگان گرامیتونم آرزوی سلامتی دارم. ممنونم آقای دکتر. اما موضوعی رو که من به کرات در این برنامه مطرح کردم و راجبش به اصطلاح خواهش کردم و خواستم از بینندگان گرامی این هست که اطلاعات خودشون رو تنها منحصر نکنن به رادیو، تلویزیون یا این گونه رسانه‌ها، و کتاب بخونن. کتاب‌های بسیار خوبی رو که ما داریم و نویسندگان بی‌نظیری رو که در طول تاریخ ایران
بودن، حضور داشتن، نوشتن، قلم زدن و آثاری رو که به وجود آوردن ماندگار بوده تا به حال. یکی از این کتابایی رو که من اخیراً دارم با دقت میخونم و متاسفانه در خوندن من خیلی کند هستم، ولی دارم با دقت این کتاب رو میخونم، کتاب خاطرات پرویز خطیبی هست که با همت فرزند برومندش خانم فیروزه خطیبی چاپ شده و این کتاب یک تاریخه، یعنی اتفاقاتی رو که در طول میشه گفت 100 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و مسئله سقوط حکومت دکتر مصدق و به اصطلاح آنچه که ما راجبش شنیدیم، شایعاتی که راجب بعضی از روزنامه نگارانی رو که نمیدونم خواهر شاه آتش زده، نمیدونم بنزین ریخته روش آتش زده و این گونه مسائلی رو که خیلی ها شنیدن و باورشون شده، در این کتاب واقعیاتی رو که اتفاق افتاده پرویز خطیبی به اصطلاح مطرح کرده و مستند کرده در این کتاب و به طور کلی اون جریاناتی رو که وجود داشته بعد از سقوط مصدق چه اتفاقاتی افتاده، بگیر و ببندهایی که بوده به چه صورت بوده، شایعاتی رو که میشنویم بعد از اون، یعنی بسیاری از ما شنیدیم، این کتاب در واقع به روی بسیاری از اینا قلم بطلان میکشه و میپردازه به ذکر واقعیات با مدرک و سند. پرویز خطیبی یک روزنامه نگار برجسته، شخصی که در آغاز در واقع به وجود آمدن مجله نشریه توفیق دستی داشته و کار کرده، بعد خودش میاد و نشریه دیگری رو درست میکنه به اسم حاجی بابا و من خب با سنی که دارم شاهد بعضی نشر بعضی از این رسانه‌ها در اون زمان بودم و توقیف اونها، توقیف توفیق، توقیف حاج آقا و اینها، حاجی بابا، اینا نکاتی است که خواندنی است و آدم رو به فکر وامی داره و بسیار کتاب‌هایی هست که نوشته شده در مورد مسائل سیاسی ایران در طی 100 سال گذشته که واقعا باید ما بریم و این کتاب‌ها رو پیدا بکنیم و بخونیم و ببینیم که واقعیاتی رو که وجود داشته و اون چیزی که حقیقت اونها رو پیدا بکنه. و در برنامه بارها گفت باید از رسانه های دیداری، شنیداری و گفتاری که به اصطلاح در خارج از کشور به عنوان مخالفین و مبارزینی که بر علیه رژیم عقب افتاده، آدم کش، دزد، متجاوز وجود داره، اینها رو آگاه بودن از آن که چطور شد که یک باره مملکتی که داشت نردبان ترقی رو طی می‌کرد و به گفته بسیاری از تحلیلگران اگر این اتفاق
نحس نیفتاده بود، ایران امروز از کره جنوبی جلوتر بود. کره جنوبی امروز از نظر صنعت، از نظر پیشرفت‌های علمی رو که داشته، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهایی است که در دنیا داره عرض اندام می‌کنه. و در مقابلش هم البته می‌بینیم که کره شمالی وجود داره که مردمش از گرسنگی علف می‌خورن، در شدیدترین در بدترین شرایط زندگی هستن و جمهوری اسلامی بلایی رو به سر مردم ما آورده که کره شمالی به سر مردم بخت برگشت نشورده و از این حکومت ها کم نمیبینیم. الان در ونزوئلا میبینیم که دیکتاتوری که کاملا طبق تمام مدارکی که وجود داره و آرایی که وجود داره باخته انتخابات رو، حاضر نیست از صحنه سیاست و به اصطلاح حرکه قدرت کنار بره. وقت ما در اینجا به پایان میرسه. با سپاس از دکتر سیروس مشکی، مهمان عزیز برنامه، شما بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید، و همچنین تشکر از کارگردان فنی برنامه امیر شهرتی که از مسافرت برگشته و مجدداً هدایت برنامه رو به عهده داره. روز و روزگار به شما خوش.